ببین I mean afraid of doing و afraid to do با هم فرق دارن. Interested in doing و interested to do با هم فرق دارن. Sorry for doing و sorry to do. این دوتا هم با هم فرق دارن. این ادامه مبحث تو و آینجیه که دیگه داریم کم کم میبندیمش دیگه. این درس های آخریه که راجبش صحبت میکنیم. با afraid شروع میکنیم. Afraid to do و afraid of doing. ببینید اینجا of preposition حرف اضافه و فعلمون ing گرفته afraid to do یعنی چی؟ I'm afraid to do something یعنی من نمیخوام یه کاری انجام بدم درسته اون ترسه هست اون ترسه رو میگم من میترسم فلان کار رو انجام بدم ولی فرقش چیه این ریزبینی ها مهمه تو این درس ببین I don't want to do it because it is dangerous or the result could be bad وقتی میگی afraid to do something یعنی خود فائل یا کننده یک کار نمیخواد اون کار رو انجام بده چون اون کاره یا خطرناکه یا عواقب بدی داره بنابراین به این خاطر که عواقب بدی داره و یا خطرناکه میترسه انجام بده پس میترسه یه کاری انجام بده چون عواقب داره دقت بکن مثلا This part of town is dangerous این قسمت شهر خطرناکه مردم میترسن اینجا قدم بزنن خود مردم که الان چی هستن الان سابجکت فاعل جمله هستن میترسن که اینجا قدم بزنن دست خودشونه میتونن قدم بزنن میتونن نزنن دست خودشونه پس میگیم people are afraid to walk here at night یعنی مردم نمیکنن این کارو یا نمیخوان این کارو انجام بدن شب بیان اینجا قدم بزنن چون عواقب داره میترسن خب پس به خاطر همین ما میگیم afraid to این از اولین مثال They don't walk here at night because it is dangerous چون خطرناکه نمیان دومی مثال رو ببین جیمز میخواد یه چیزی به پدر مادرش بگه ولی چیز بدیه یعنی مثلا عصبانی میشن پدر مادرش خب برا همین میترسه بگه چون اگه بگی عصبانی میشن عواقب داره خطرناکه پس چی باید بگیم afraid to پس میگم james was گذشته است حالا اما was over همش میشه گفت james was afraid to tell his parents what had happened چرا اینجا گفتیم what had happened ببین گذشته است جمله گفته میترسید بگه که قبلش چه اتفاقی افتاده ما قبلا راجع به past perfect که حد و شکل ما صحبت کردیم گفتیم اگه یه اتفاقی قبل یه اتفاقی در گذشته افتاده باشه میشه گذشته کامل past پرفکت که اینجا حالا کاری باش نداره چرا افرید رو با تو آورد چون که اگه جیمز میگفت یه اتفاقی میافتاد اونا عصبانی میشدن عواقب داشت بنابراین با تو استفاده کرد خیلی خوب این از این حالا afraid of something happening رو ببین گفته happening اتفاق یه اتفاقی میفته تو میترسی که یه اتفاقی بیفته این دیگه دست تو نیست تو ممکنه روی مسیر یخی داری راه میری حالا هر چه قدم حواست باشه پیک یور وی بکنی کاشسلی با دقت راه بری ممکنه بازم بیفتی پس تو از افتادن میترسی و این افتادن ممکنه اتفاق بیفته هر چه که تو آروم بری پس میگیم the path was icy مسیر یخی بود یخ زده بود so we walked very carefully خیلی با دقت راه رفتیم اونجا قدم زدیم We were afraid of ing falling. We were afraid of falling. یعنی yani ما از می ترسیدیم بیفتیم از افتادن می ترسیدیم از اتفاق افتادن زمین می ترسیدیم حالا یه خوبی که این ساختار داره یا این معنی که با ing میگیم of falling داره که با afraid میاد اینه که میتونی این of falling رو خط بزنی بگی that we were afraid that that we would fall می ترسیدیم که بیافتیم. اینو میتونی با این ساختار جایگزین کنی ولی اون بالایی رو نمیتونی. I don't like dogs. چرا؟ چون از گزیده‌شو از گاز گرفته شدن میترسه. I'm afraid of -ing being bitten. گاز گرفته شدن. من از گاز گرفته شدن میترسم که اینجا be رو -ing داده. این گاز گرفته شدن وقتی توی سگ داری امکانش هست گازت بگیره. غریزی عمل میکنه دیگه هرچقدر هم تربیت شده باشه. یه یه درصدی احتمال داره که گازت بگیره و تو از این اتفاق میترسی این اتفاق دست تو نیست اختیار تو نیست و بنابراین تو سابجکت و تو فاعل این جمله هیچ کاری با این قضیه نداری ولی میترسی از این اتفاق درسته پس با آف میگی میگم I'm always afraid of being bitten حالا جایگزین کن مثل این ساختاری که تو پرانتز نوشته بودی برای بالایی میگی I'm afraid that I will be bitten پس تو be نمیگیم میگیم of being چون اتفاقیه که ممکنه بیفته بنابراین این جمله آخری خیلی خوب اومده خلاصه کرده so you are afraid to do something میترسی کاری انجام بدی ببین این کار اختیار توه میتونی انجام بدی میتونی ندی you choose to do it or not okay you are afraid to do something میترسی کاری انجام بدی چون عواقب داره نتیجهش بده خطرناکه because you are afraid of something happening چون میترسی اتفاقی بیفته دومی اتفاقیه که دست نیست و ممکنه بیفته I was afraid to go near the dog میترسیدم برم سمت نزدیک سگه ببین این که من برم نزدیک سگه دست خودمه من میتونم نخوام برم من میتونم نرم من میتونم این عواقبش رو در نظر داشته باشم و نرم بنابراین afraid to میگم I was afraid to go near the dog میترسیدم برم نزدیک سگ چرا چون از گاز گرفته شدن می ترسیدم این دیگه دست من نیست اگه ممکنه گاز بگیره اتفاق ممکنه بیفت because i was afraid of being bitten اینو من زیاد توضیح دادم میدونم سر درد گرفته مالا ولی مهمه حالا با afraid یه چیزایی هست اینو یه لحظه میگم ولی سریع بذارش کنار ببین بعضی وقتا afraid اصلا معنای ترسیدن و اینا نمیده مثلا یه نفر یه چیزی به تعارف میکنه یا یه سوالی ازت میپرسه تو میگی نه متاسفانه این جور مواقع میتونی با afraid یه جمله بسازی بگی I'm afraid not میگه would you come would you come with us با ما میای و تو میگی I'm afraid not متاسفانه نه یکی از ساختارشه I'm afraid so اتفاقا برعکسه یعنی بله متاسفانه یا یعنی متاسفانه همینطوره Will it hurt؟ مثلا خود آمپول بزنه پرستار بعد تو میگی درد داره بعد اون میگه I'm afraid so یعنی آره متاسفانه درد داره این از این حالا اینو بذار کنار حالا بحثمون این نیست پس این afraid to do afraid of something happening رو یادت باشه بریم قسمت ب راجع به interested صحبت کنیم خب ببین یه interested in doing داریم in doing یه دونه interested to داریم که با این سری فعلای خاص میاد این interested in doing چیزی که بیشترمون بلدیم یعنی اینکه یه کاری رو دوست داری انجام بدی مایلی علاق مندی و داری بهش فکر میکنی به انجامش فکر میکنی پس تو علاق مند و مایل به انجام اون کاری مایل خیلی لغت خوبیه برای interested in doing let me know if you're interested in joining the club ببینیم بعد از in join رو ING میدی اگه مایل بودی به باشگاه ملحق بشی بهم خبر بده let me know پس مایل بودن interested in I tried to sell my car. من سعی کردم رو بفروشم. But nobody was interested in buying it. Interested in buy Buying it. هیچ کی مایل نبود بخره. دوست نداشت. نمیخواست. Okay. هیچکی به این کار فکر نمیکرد که بخره. حالا این interested in ساده است. Interested to. با یه سری فعلا میم. مثلا no. See. Here. اینا یعنی برام جالبه. برام جذابه. مثلا interested to hear یعنی برام جالبه یا جذابه که بشنوم اینو interested to know برام جذابه یا جالبه که بدونم پس این دیگه راجع مایل بودن نیست این یعنی برام جذابه حواست باشه مثلا I was interested to hear that تانیا left her job یعنی این برام جذاب بود که شنیدم تانیا از شغلش استعفا داده شغلش رو ترک کرده برام جذاب بود جالب بود نمیگم من مایل بودم نه برام جالب بود حواست باشی I heard this and it was interesting for me منو شنیدم برام جالب پس میگم interested to hear با تو میارم یا yeah, I'll ask Mike for his opinion از مایک راجب نظرش سوال میپرسم که نظرش چیه I would be interested to know what he thinks برام جالبه یا جذاب خواهد بود که بدونم نظرش چیه چی فکر میکنه این از interested to know یعنی برام جالبه که بدونم خب درس 65 یادته adjective plus to اینو توش توضیح دادیم که مثلا surprise to glad to adjective plus to صفت بلای تو این شبیه همونه مثلا ما هم گفتیم I was surprised to hear that Tanya left her job یعنی متعجب شدم که اینو شنیدم اوکی؟ این از این ساختار این اوکی شد interested in مایل بودن interested to to hear to know to see یعنی برام جالب و جذابه که ببینم بشنوم و غیره این از interested بریم سراغ ساری که قسمت آخره بعدش یه قسمت bonus داره که از یورای مرور درسای گذشته است ببین ساری فور اصخاهیه apologize اصخاهی میکنی با ساری فور یه کاری کردی برای اون کاره میاد اصخاهی میکنی مثلا دیروز سر یکی داد زدی امروز میای میگی I'm sorry for shouting at you yesterday یعنی ببخشید که دیروز سرت داد زدم ببخشید که یعنی اینجا نوشتم ببخشید که You can also say I'm sorry I shouted یعنی ببخشید که داد زدم I'm sorry I shouted یا I'm sorry for shouting at you yesterday حالا برای اصخاهی یه ساختار با تو هم داره ولی همون لحظه است مثلا میخوای وقتی یکیو کیو بگیری میخوای از یکی سوال بکنی بگی که I'm sorry to bother you اینجا از تو استفاده میکنیم و مستر bother یعنی مزاحم شدن I'm sorry to bother you ببخشید مزاحم شدم مثلا یه سوالی داشتم که این آخره همین بخش سی میبینیم اوکیه خب پس sorry for برای عذرخواهی ببخشید که sorry to ببینید sorry to اولا با مستر میاد مثلا here, leave و غیره و معنیش چیه یعنی ابراز تاسف مثلا متاسفم که میشنوم اینو معنیش این نیست که ببخشید که میشنوم نه متاسفم که اینو میشنوم ناراحتم ابراز حسرت و ناراحتیه sorry to regret پشیمونی حسرت نگرانی I'm sorry to hear that Nikki lost her job یعنی متاسفم که میشنوم نیکی شغلشو از دست داده اگه گم sorry for یعنی ببخشید که میشنوم مثلا معنی نداره اینجا میگه متاسفم که میشنوم یا yeah, I've enjoyed my stay here از اقامتم در اینجا لذت بردم I'll be sorry to leave این یعنی نار... یه جورای ناراحتم که میخوام اینجا رو ترک کنم okay, I'll be sorry to leave این دیگه معنای ببخشید نمیده sorry to هم گفتیم که برای همون لحظه اگه بخوای استفاده کنی اصخایی میتونه باشه at the time we do something همون موقع قبل از که یه کاری انجام بدیم مثلا I'm sorry to bother you but I need to ask you a question. ببخشید مزاحمت میشم ولی باید یه سوالی ازت بپرسم. پس همون لحظه اسخای با ساری تو میشه. ولی ساری فور برای کاری که کردی الان میخوای ازش اسخای کنی. اینم از خب قسمت دی هم یه نگاهی بنداز. یک مروری بر گذشته. ببین I want to I'd like to نمیگفتیم I'd like ING یادته ولی مثلا I'm thinking of که معنای consider میداد در نظر داشتن یه کاری تو فکرم انجام بدم می میگرفت I hope با تو اومد I hope to do ولی I dream of یعنی رویای چیزی رو در سر داشتن I dream of doing ببینید اینجا of, of, in, from, to to برای look forward گفتیم preposition حرف اضافه است یا insist on hope to do, dream of doing fail to یعنی تو کاری شکست بخوری تو انجام کاری نتونی انجام بدی succeed in doing موفق بشی در انجام کاری allow someone to do something اجازه بدی یکی, یکی یک کاری انجام بده باز بداری یکی رو یا جلوشو بگیری prevent someone from doing something from doing from حرف اضافه do ing میگیره plan to do something برنامه بریزی کاری انجام بدی و مشتاق باشی و یا خیلی به یه کاری انجام بدی look forward to doing اینجا تو حرف اضافه doing میگیره promise to do و insist on doing promise با تو میاد insist on پافشاری و اصرار با on و ing میاد خیلی خوب اینم از این بریم یه سری تمرین حل کنیم که بیشتر برامون جا بیفته خب دو تای اولی و تو حین درس بهتون گفتم کاملا متوجه شدین فکر میکنم اینجا چی گفته I don't usually carry my passport with me من معمولا پاسپورتم رو با خودم کری نمیکنم حمله میکنم همرام نیست زیاد من از گم شدنش یا گم کردنش میترسم اینکه من با خودم اگه حملش کنم خب انتخاب خودمه I'm afraid to carry it میتونم اینجوری بگم میترسم حملش کنم چون دست خودمه حمل بکنم یا حمل نکنم ولی گم شدنش چی دست من نیست حالا تو جیبمه یا هرچی چی ممکنه کی برش داره یا یه جایی بذارم یادم بره این دست من نیست اتفاقیه که ممکنه بیفته پس من میگم I'm afraid of losing it از afraid of استفاده میکنم چون یه اتفاقی که ممکنه بیفت چار چی میگه I thought she would be angry if I told her what had happened فکر میکردم که عصبی میشه اگه بهش بگم چه اتفاقی افتاده ببین اینجا گفته یه اتفاق بدی میافتاده فکر میکردم عصبی میشه پس این همون afraid to باید استفاده بکنیم احتمال زیاد حالا ببینیم چی میگه من میترسیدم بهش بگم دیگه چون عصبانی میشه فکر میکردم عصبانی میشه پس اینکه من بهش بگم یا نگم دست خودم بوده میگم I was afraid of یا to to what do I was afraid to tell her what had happened می ترسیدم بهش بگم چه اتفاقی افتاده نمیخواستم بگم چون عواقب داشت این از قسمت تمرینای قسمت اول این دوتا با افرید of آف و افرید تو بود بقیه هم حل شده اینجا نوشتم براتون ولی ترجمه هم اینه که شما خودتون تجزیه تحلیل کنید بررسی کنید که با اینجا آف بذارید یا تو خیلی ساده است دیگه خیلی توضیح دادم اون بخش رو بریم سراغ interested از این هم چند تا حل بکنیم ببین interested in گفتیم علاقه من بودن مایل بودن که یه کاری انجام بدی interested to do something یعنی برای جالب و جذاب باشه این چی میگه؟ نیکولا is نقطه جین her own business نیکولا خب استارت میخواد بگه که بیزنس خودش رو استارت بزنه مایل استارت بزنه یا براش جذابه تو میگی مایل بیشتر بهش میخوره نیکولا is interested in starting start ing میگیره وقتی interested با این in میاد این حرف اضافه start ing میگیره نیکولا is interested in starting yeah I saw Joe recently you'll be نقطشین that he's getting married soon جو رو اخیرا دیدم قرارم به زودی ازدواج کنه خب حالا داره به من خبر میده میگه تو برات جالب و جذابه که بدونی that he's getting married soon که به زودی ازدواج میکنه برات جذابه یا برات جالب میشه چی باید بگیم؟ interested to جالب شدن و جذاب شدن you'll be interested to know or to hear برات جالبه که بدونی یا جذاب میشه که بدونی یا بشنوی که داره قراره به زودی ازدواج کنه خب بقیه هم طبق معنی جمله و طبق اینکه مایل باشی یا برات جذاب باشه یه جورایی اینا معنیشون میدارن به هم نزدیکه ولی خیلی خوبه که تو خود تشخیص بدی اگه هم اشتباه جواب دادی اشکال نداره از آخر ببین و جواب درست رو بنویس اینجا جواب ها رو نوشتم ولی ترجیحم اینه که بازم تو خودت جواب رو بخون. حالا sorry for و sorry to این اسخای بود apologize این چی بود sorry to یعنی متاسف یا حسرت regret بود sorry to bother که گفتیم همون لحظه اگه کنیم برای کاری مثلا ببخشید مزاحم شدم با sorry to میاد ولی بقیه حالت sorry for برای اوصخایی. We were نقطه چیه that you can't come to the wedding یعنی ما ناراحت شدیم که اینو شنیدیم حسرت خوردیم یا تاسف خوردیم که اینو شنیدیم We were sorry too Sorry for که اصخایی بود Sorry to hear I'm نقطه چیه bad things about you I didn't mean what I said یه سری حرف بد را جو دادم و اینجا میگم که ببخشید من منظوری نداشتم پس میگم که I'm sorry for fork هم که میگم say باید بگیر I'm sorry for saying for saying bad things about you ببخشید چیزای بدی راجبت گفتم It's a shame Alan is leaving the company یعنی حیفه که Alan داره شرکت رو ترک میکنه I'll be نقطه چین him go من تأصف میخورم یا ناراحت میشم ببینم داره میره I'll be sorry to see him go sorry to see him نمیگه من اصخایی میکنم که ببینم بره نه معنی نمیده Sorry for پس میذاریم کنار. Sorry to. Sorry to see him. Go. I'm. نقطه چین. So much noise last night. دیشب کلی سر صدا کردم. الان دارم اصخایی میکنم. میگم. I'm sorry. میخوام بگم ببخشید. I'm sorry for making. Sorry for making. Makingش رو یادم رفت بنویسم. ببخشید. Sorry for making. Make رو ING بدید. بعد از sorry for بذارید. Sorry for making so much noise last night. ببخشید دیشب خیلی سر صدا کردم. آخری هم که راجع به همین بخشی بود که مرور درسای قبلی بود این تیکه بود این رو هم حالا باز این تیکه هم یکم براتون حل میکنم ببینید allow گفتیم با تو میاد تو we weren't allowed to leave we were prevented از ما جلوگیری شد from prevent هر وزافش. from from و فعل با ing میاد from leaving the building Sam and Chris hoped to hope با تو میاد failed to to solve Succeeded in in ing in solving. I'm thinking of thinking of going away. I'm planning to plan bo planning to go away. I'd like bo I'd like to go away.